عرض ادب و احترام دارم خدمت امیران عزیز و ارجمند بینندگان تلویزیون ایران فردا. آقای سپهر خسروی عزیز برنامه را اجرا میکنم، ازشون صمیمانه ممنون. این برنامه در شهر استودیوها، یعنی استودیو سیتی در جنوب کالیفرنیا ضبط میشه و تشکر و سپاس از همه مراهم شما. اگر پرسش هایی دارید از کارشناسانی که در این برنامه شرکت میکنند، میتونید از طریق فیسبوک تلویزیون ایران فردا سوالاتتون رو مطرح کنید که حتما بهش در این برنامه پرداخته خواهد شد. اما اجازه بدید که یادی کنیم همینجا از یک شخصیت برجسته و بزرگ، سید حسن تقی‌زاده، روشنفکران به نام ما، شخصیت متوازن و متعادل، در این حال صاحب دایج وسیع و پهناور. یکی از ویژگی های روشنفکران عصر مشروطه همین پهناوری اندیشه و خیرخواهی اونها، دلسوزی به خاطر ایران بدون اینکه تابع ایدولوژی خاصی باشن، چیزی که بعدها متاسفانه روشنفکران ما دوچار شدن، دوچار خبط و خطاهایی شدن، وضعیت و سرنوشت میهن ما رو دگرگون کرد. سید حسن تقی‌زاده بیش از 100 سال پیش پیشنهاد میده به دولت فرانسه که یکی از خیابان‌های پاریس رو به نام حکیم ابوالقاسم فردوسی نامگذاری کنه. با توجه به اینکه اغلب روشنفکران ما در اون روزگار چه در انگلیس چه در فرانسه از اعتبار فوق‌العاده‌ای برخوردار بودن، چون همه اهل ادب و دانش بودن، اطلاعات وسیع داشتن و در محافل روشنفکری و الیت کشورهای اروپایی راه داشتن، به اونها سخت احترام گذاشته میشد، از جمله خود تقی‌زاده در انگلیس. حالا در فرانسه ایشون درخواست میده، درخواستش با موافقت دولت فرانسه روبرو میشه. دولت فرانسه هم پیشنهاد آقای تقی‌زاده رو با موافقت خودش به فرمانداری پاریس و شهرداری میفرسته و انجمن شهر تشکیل جلسه میده، پیشنهاد رو میپذیرن. یکی از خیابانهای پارک مونسو میشه فرق، یعنی خیابان اصلی، مین استریت، خیابان اصلی به نام شاعر بزرگوار ما فردوسی، پدر زبان فارسی، نامگذاری میشه. خیابان فوق‌العاده زیبایی است. اگه تشریف برید به پاریس حتما سری بزنید به خیابان فردوسی در پارک مونسو. جالبه که توی این پارک انواع و اقسام درخت‌های قرض شده که از کشورهای مختلف به فرانسه فرستاده شدن، همه شناسنامه دارن، همه شناسنامه دارن تمام درخت‌های موجود در این پارک. پارک خیابان فرد و خیابانی در پاریس هشتم تهران نامگذاری شد، خیابان تهران. یاد همه شخصیت‌های بزرگواری که ایران رو دوست داشتن، خیر ایران رو میخواستن، صلاحش رو طلب میکردن، همیشه ماندگار. خب در برنامه امروز همیاران عزیزم دو شخصیت داریم، دو شخصیت نازنین در کنار هم، جالبه هر دو اهل علم، یکی آسمانی یکی زمینی، آقای دکتر علی نیری فیزیکدان و آقای دکتر حسام نوذری که در برنامه نگاه بارها با ایشون گفتگوهای انجام دادیم، ببیشه درباره دگرگشت یا فرگشت. این بار هر دو رو در کنار هم داریم و پرسش های با هر دو در میان میگذاریم. واقعا این کره زمین حکم خانه ما رو داره، این آسمان ها و این کائنات حکم حیات خانه ما رو. ما هر دو رو باید بشناسیم، هم در حفظ هر دو باید کوشا باشیم. اجازه که برمی به سراغ دوستان عزیز و ارجمند. خب همینان هم یک شخصیت کیهانی داریم، یک شخصیت یعنی سماوی، یک شخصیت زمینی، آقای دکتر علی نیری عزیز و دکتر حسام نوذری نازنی. درود بر شما. درود بر شما جناب آقای میبادی عزیز و سپاسگزارم از سپر کارگردان فنی برنامه تون. درود بر شما و بینندگان عزیز شما، به خصوص در ایران. امیدوارم خوب باشید. بس بر سر اینکه کره زمین خانه ماست و این کائنات حیات خانه ما،
واقعا باید هم اردو رو بشناسیم هم در حفظش کوشا باشیم. خب اجازه که بحث با دکتر نگری شروع کنیم، بعد نظر دکتر حسام نوذری هم در این زمینه جویا بشیم. دکتر نگری بفرمایید. ببینید آقای میبودی عزیز و بینندگان گرامی، همونطور که شما گفتید، حداقل تا جایی که ما میدونیم تنها کشتی و سیاره‌ای که توانسته است حیات رو به این شکلی که ما میشناسیم در خودش رشد بده زمین بود. اما جالب هست که سرمنشأ این حیات در روی زمین کاملا کیهانی است. میدونم که دکتر نوذری خیلی بیشتر از من در این زمینه مطلع هستن و حتما هم صحبت خواهند کرد. به هر حال به نظر میاد برای اینکه بتونه حیات بر روی زمین شکل بگیره، این آشپزخانه عالم حداقل به 10 میلیارد سال زمان احتیاج داشته تا بتونه اون مواد اولیه‌ای که برای شکل‌گیری در حیات در روی زمین احتیاج هست صورت بپذیره. ما میدونیم همین امروز هم بر روی زمین بسیاری از عناصری که در روی زمین وجود داره، اینها منشأ خارج از منظومه خورشیدی ما داره، در واقع از عمق کیهان، از عمق کهکشان ما به سمت ما اومده. ما در هر کهکشانی یک چرخه زایش و میرایش و مرگ ستاره ها رو داریم. در واقع دوره های بسیاری گذشته ستاره های بسیار جدیدی متولد شدن در کهکشان ما و بعد از بین رفتن، و از مرگ اون ستاره ها ما موادی رو در اون مرگ ستاره ها تولید کردیم که توانسته است نهایتا با انتقالشون به سطح زمین حیات رو به این شکلی که ما میشناسیم در روی زمین به وجود بیاره. حیات بر روی زمین، زندگی بر روی زمین، تمام موجودات اون بر اساس کربن هست. همچنان هم ما اگر در جای دیگری در عالم و کیهان به دنبال حیات میگردیم، حیات بر اساس کربن هست. اما همین کربن که ما داریم راجع به صحبت میکنیم، امکان شکل گیریش در یک ستاره‌ای که ما در واقع حیاتمون رو مدیونش هستیم، یعنی خورشید، امکان شکل گیری نداره. در خورشید ما حد اکثر هیدروژن، هلیوم ساخته میشه. هر عنصر سنگین تری رو که شما فکر کنید بر روی زمین هست، اینها در واقع از عمق کیهان و از دیگر ستارگان بسیار بسیار بزرگتر از خورشید ما به هنگام مرگشون گسیل شده و بالاخره به سمت ما رسیده. البته این فقط یک بخش بسیار کوچک و ساده قضیه بود. بخش مشکلترش رو دکتر نوذری خواهند گفت که به چه ترتیب در واقع پس از اینکه این عناصر مورد نیاز، درست مثل مواد لازم برای آشپزی، در کارخانه کیهان ساخته میشه و به ما میرسه، تازه میبینیم که مام زمین اون هم احتیاج به میلیاردها سال داره تا بتونه از دلش موجودات پیچیده‌ای مثل ما انسان‌ها رو بیرون بده. خب آقای دکتر نیری عزیز، این روند صادرات از کائنات به زمین، از کیهان به زمین، کماکان ادامه داره. یعنی میتونیم این پرسش اینجوری مطرح کنیم که میشه در آینده دنبال وقایع غافلگیر کننده بود؟ ببینید حتما وقایع غافلگیر کننده وجود داره. من میدونم که دکتر نوذری قبلا در این مورد صحبت کردن، ولی ما امروزه با قطعیت زیادی میتونیم بگیم علت به وجود آمدن انسانها بر روی زمین ناشی از یکی از همین وقایع غافلگیر کننده در نزدیک 65 میلیون سال پیش بوده. و اگر به یک بار دیگه چنین رخدادی برای زمین بیفته، یعنی برخورد یک سیارکی به بزرگی
قله اورست، یعنی به قطر یا به عرض 10 کیلومتر، این میتونه آنچنان شرایط زیست محیطی رو برای ما تغییر بده که 95-98% حیات رو در روی زمین از بین ببره، و بعد به خاطر شرایطی که اِوولوشن به وجود میاره، دگرگشت به وجود میاره، شاید موجوداتی با سازگاری جدیدی که با اون محیط پیدا خواهند کرد از دلش بیرون میاد. بنابراین همیشه این شرایط ممکنه وجود داشته باشه، و به همین دلیل هم هست که یکی از کارهای بزرگی که الان داره ناسا انجام میده شناسایی این نوع سیارک ها هست، و همین هفته گذشته اشاره شد به سیارکی که ممکن هست در چند دهه آینده به همین بزرگی کوه اورست به زمین برخورد بکنه، و از حالا باید در مورد چگونگی از بین بردن این سیارک کار کرد، فعالیت کرد، وگرنه تمدن زمینی در معرض تهدید جدی قرار داره. دوستان، یه هر وقت با دکتر نوذری صحبت میکنم خیلی نسبت به شما ابراز ارادت میکنه. جالبه، هر وقت با شما صحبت میکنم شما نسبت به او. خوشحالم که امروز هر دو رو با هم داریم در اینجا. یکی از رویدادهای جالب در بله من از دکتر نوذری بسیار آموختم و میآموزم، و به نظر من یکی از سرمایه های جامعه ایرانی ما دکتر نوذری هستن، که همیشه من به دنبال کسی بودم که بتونه با زبان شیوا ساده و روان برای جامعه ایرانی بتونه مسائل پیچیده زیست شناختی و دگرگشت یا به غلط تکامل رو برای مردم ما به زبان فارسی بگه. متاسفانه ما از این نظر فرهنگ بسیار بسیار فقیری داریم، بسیار بدتر از فرض کنین اتفاقی که در زمینه فیزیک وجود داره. دیدگاه شما، نظرگاه شما کاملا عوض میشه نسبت به دنیای پیرامونی، چون هر چقدر شما اطلاعات بیشتری در مورد زیست شناسی و به خصوص در مورد دگرگشت یا فرگشت بدونید. کاملا درسته، کاملا. یکی از رویدادهای جالب در لس آنجلس همینان هم اینه که این دو شخصیت نازنین هر شنبه، البته میدونم کنفرانس مال آقای دکتر نیریه ولی دکتر نوذری هم حضور پیدا میکنه، جوان ها میان، خیلی برخیشون از ایران میان، و جالب این بحث هایی که صورت میگیره نشون دهنده اینه که یک نسلی پادر رکاب تاریخ رو دگرگون بکنه، یعنی داره تمام رسوبات فکری گذشته رو دور میریزه و داره آماده میشه و داره خودسازی میکنه، و این به نظرم اتفاق خیلی میمون و مبارک و فرخنده. دکتر نوذری درود بر شما مجدد. امیدوارم با همیاری و همکاری شما، با پشتیبانی شما و حمایت شما، واقعا من نظر این است که من و دکتر نوذری بتونیم این مباحث رو ببریم به درون جامعه ایرانی، و نه فقط فرض کنیم در لس آنجلس که ما زندگی میکنیم، بلکه در هر جایی که جامعه ایرانی وجود داره و امکان این رو دارن که من و دکتر نوذری بتونیم بریم و براشون این مسائل رو بشکافیم، این کار رو انجام بدیم. و داشتم به دکتر نوذری میگفتم که اگه بشه در آینده ما یک تور علمی در این زمینه برای ایرانیان و جامعه ایرانی خارج از کشور بگذاریم، فکر میکنم بسیار مفید فایده باشه. عالی. دکتر نوذری نبینم اینقدر ساکتی. دکتر نوذری گوش کردم به حرفای دکتر علی نیری که واقعا بی‌نظیر هستن. من واقعا همیشه هم گفتم که یکی از بزرگترین سعادت هایی که نصیب ما شده گوش دادن به دکتر علی نیری هست. واقعا فرهیخته، باسواد، و از یک زاویه مسائل رو نگاه میکنن که تا به حال واقعا سابقه نداشته به اعتقاد من. خیلی فوق‌العاده است، خیلی خوبه. خب دکتر نوذری عزیز، یه بحثی داشتیم دکتر با آقای دکتر نوذری درباره پس از دایناسورها که چه اتفاقاتی رخ میده. همیشه ما راجع به دایناسورها صحبت کردیم، ولی پس از و این هالیوود واقعا ظلم وحشتناکی به این روند فرگشت کرده، و این تصویری که از دایناسورها به دست داده خیلی غم انگیز و خیلی دروغینه، و داریم حالا سعی میکنیم که این تصویر رو اصلاح بکنیم. دکتر نوذری بفرمایید. ببینید، کره زمین مادر ما نیست، دایه ما هست، و همونطور که دکتر نگری فرمودن عناصر حیات از روی کره زمین نمیاد، از کهکشان ها میاد.
و به همین دلیل هم هست که تمام موجودات روی کره زمین که دارای حیات هستند شبیه به هم هستند، گرچه از نظر ظاهری شبیه به هم نیستند. در گذشته مصری ها، مصر باستان، برای نخستین بار تا حدودی با این مسئله آشنا میشن و اون را حتی با ما در میون میگذارن، و به همین دلیل هم هست که در مصر باستان شما بدن یک انسان رو میبینید با سر یک اسب دریایی، با سر یک لکلک، با سر یک پرنده، یک میمون. بعد در قرن 18 19 بیشتر این مسئله برای غربی ها روشن میشه به خاطر شباهت هایی که میان استخوان های فرض کنید موجودات زنده وجود داره، ساختار اونها وجود داره و به خصوص دندون های اونها وجود داره. و بعد ما میرسیم به دوران جدید، به خصوص سالهای 2000، وقتی که ما بیشتر و بیشتر با دی ان ای کار میکنیم. با دی ان ای که کار کردیم دیدیم که ما و یک دانه برنج پسر خاله و دختر خاله هستیم. وقتی که ما به یک سیب نگاه میکنیم و به یک انسان نگاه میکنیم میبینیم شباهت ها عجیب و غریب هست. همون ژن ها در کار هستن، همون پروتئین ها دارن ساخته میشن. اگر شما به مغز یک انسان نگاه کنید پر هست از مواد پروتئینی که کمک میکنن تا بین سلول های عصبی ارتباط الکتریکی ایجاد بشه، مثل سروتونین، مثل دوپامین، مثل آدرنالین، مثل گلوتامین. شما تمام این پروتئین های پیچیده رو حتی در گیاهان هم میبینید، چون بسیاری از اونها هست که به ما به ارث رسیده. و بعد ما میرسیم به دوران بعد از دایناسورها، وقتی که شما به پستاندارها نگاه میکنید، به انسان، به ببر، به شیر و به یک موش، میبینید که شباهت بالاتر و بالاتر میره تا جایی که انسان و یک موش 90% در مورد ژن‌هایی که تولید پروتئین میکنن شبیه به هم هستن. و این هست که واقعا مهم هست که ما نه تنها بایستی هوای همدیگر رو داشته باشیم، بایستی هوای دایه خودمون رو هم داشته باشیم که کره زمین هست، و بعد حواسمون هم باشه به کهکشان ها. باز به خاطر این که حیات روی کره زمین پدیدار نمیشد اگر عناصر حیات از کهکشان ها وارد کره زمین نمیشدن. و باز به همین دلیل هم هست که شما امروز در بدن انسان آهن میبینید، در بدن انسان سلنیوم میبینید، کرومیوم میبینید، تیتانیوم میبینید، یعنی عناصری رو که در دایه ما هم میبینید، یعنی کره زمین. جالبه. خب دکتر نگری، با این شتابی که روند تخریب گرفته بر روی کره زمین، بخوام ببینم که دانشمندها چی میگن، بیان نظرشون چیه، چون تصور میکنم که میزان تخریبی که در این 100 سال بشر بر کره زمین وارد کرده خیلی به مراتب بیشتر از طول عمر انسان بر این کره است. همینطوره آقای میبودی. ببینید آقای دکتر نوذری، که من همونطور که شما به اشاره کردید همیشه لطف میکنن در این سمینارهای هفتگی ما میان، در برنامه های هفتگی که آگاهی میدن به دوستان از طریق برنامه شما. واقعا من صحبت میکنم با بعضی از دوستان ایرانی، به من میگفتن که نگرششون نسبت به طبیعت و حیوانات عوض شده. برای همین منم میخوام اینجا از دکتر نوذری سپاسگزاری کنم، و این هم ناشی از همین قرابتی است که دکتر نوذری میگن و ناآگاهی مردم نسبت از این قرابت ژنتیکی که ما با موجودات دیگه داریم. این متاسفانه حس که شدیداً برگرفته شده از کتب مقدس و ادیان هست، به ما این شاید خودخواهی رو داده که به عنوان اشرف مخلوقات ما حق تخریب و کشتن جانوران رو داریم. در صورتی که شما اگر نگاهتون به جای نگاه کتاب مقدسی، بیبلیکال به اصطلاح، هر کدومش که حالا میخواد باشه، نگاهی باشه از نوع علمی که دکتر نوذری دارن میگن، اون موقع بسیاری از مسائل و دید شما فرم. ببینید وقتی ما الان 5 دوره انقراض داشتیم که حتما دکتر نوذری بیشتر از من میدونن و راجبش صحبت خواهند کرد، که از آخرین دوره انقراض در واقع موجوداتی مثل ما توش به وجود آمده،
انقراض ششم شروع شده و همه دانشمندان بر این یا اکثر دانشمندان بر این توافق دارن که این انقراض ششم که خیلی هم داره آهنگش شدیدتر میشه، انسانها در واقع دارن درش دخالت میکنن. ما با کشتار بیرویه گونه های جانوری بسیاری از جانوران رو از بین بردیم. ما با تغییرات زیست محیطی که در پیرامونمون ایجاد کردیم باعث باز از بین رفتن بسیاری از گونه های جانوری شدیم و الان اون تغییرات اونقدر زیاد شده که باعث چیزی شدیم به اسم گرمایش زمین و این گرمایش زمین باعث شده که حالا حتی خود ما رو هم در معرض خطر قرار بده. ما با تغییراتی که در طبیعت دادیم، با تغییراتی که در زیست محیطمون دادیم، متوجه نبودیم که این تغییرات نهایتاً گریبانگیر خود ما خواهد شد و ما را از بین خواهد برد. این بسیار نکته مهمی است. نگاه بکنیم دیدگاهی که بسیاری از سیاستمدارانی که سیاست‌هاشون و ایدئولوژیشون برگرفته از ایدئولوژی دینی و مذهبیشون هست، این هست که خداوند قادر متعال، مسئله گرمایش زمین، اینکه انسان این قدرت رو داشته باشه که در طبیعت دخالت بکنه بی‌معنیست، چون او قادر مطلقه، اوست که فقط میتونه شرایط زمین رو کنترل بکنه. بنابراین اینها به قول واژه انگلیسی که به کار میبرن میگن هوکس، یک چیز مندرآوردی است، بی ربطی است که دانشمندا دارن میگن. ما هیچ نوع اثری در گرمایش زمین نداریم و این اجازه رو به خودشون میدن که هرچه بیشتر و پیشتر از گذشته به تخریب محیط زیست بپردازن و هر نوع کشتاری رو که دلشون میخواد از گونه های مختلف جانوری انجام بدن. متاسفانه مسئله گرمایش زمین بسیار مسئله جدیه. این مسئله باعث شده که از انقلاب صنعتی به این طرف هیچ دوره‌ای به اندازه این 30 ساله اخیر ما مسئله گرم شدن دمای میانگین سطحی زمین رو شاهد نباشیم که یکی از موارد کوچک اون همین مسئله بالا آمدن سطح دریاهاست، آب شدن یخهای شناور و از بین رفتن یخچالهاست. بالا آمدن سطح دریاها یعنی بالا آمدن سطح آبهای شور و ریختن این به آبهای زیرزمینی و سطحی که شیرین هستند و برای ما قابل آشامیدن، و این خطر بسیار جدی است که فقط و فقط ما باید با آگاهی رساندن به جامعه متوجه بشیم که ما انسان‌ها چقدر نقش مخربی در از بین بردن خودمون میتونیم معالن داشته باشیم. تشکر. دکتر نظری بفرم. یکی از بزرگترین سعادت‌هایی که نصیب انسان میشه آتش هست. آتش رو انسان اختراع نکرده، همیشه در دسترس بوده. از طریق آتش فشان‌ها، رعد و برق، تابش نور آفتاب از درون یک ذره آب که میتونه ایجاد آتش بکنه. به لطف این آتش غذای پخته وارد بدن انسان میشه و یک انرژی به مراتب بیش از پیش رو وارد بدن انسان میکنه و اون باعث میشه که مغز انسان از 1000 گرم بره به 1200، 1400 و حتی 1620 گرم هم ما در انسانهایی داشتیم که دیگه امروز در میان ما نیستن، از یک گونه دیگه هستن. و به لطف این رشد مغز تنظیم حرکت‌های پیچیده‌تر امکان پذیر میشه و اون به خصوص در دست انسان نمودار میشه، ارتباط بین انگشت شست و 4 انگشت دیگه بدن ما. و به لطف این دست هست که انسان قادر میشه فرهنگ خودش رو منتقل بکنه، آگاهی‌های خودش رو یادداشت بکنه، آموخته‌های خودش رو یادداشت بکنه. انسان تنها حیوان دارای فرهنگ نیست. ما حیوانات بسیاری داریم که دارای فرهنگ هستند. یعنی این که میتونن آموخته‌های خودشون رو بدون استفاده از ژن به نسل دیگه‌ای منتقل بکنن. مثل خفاش، مثل دلفین، مثل فیل، مثل نهنگ. تمام این حیوانات دارای فرهنگ هستند. اما انسان که کم و بیش دارای همون مغزی هست که یک دلفین و حتی دلفین در بخشای از ما جلو میزنه، انسان که دارای همون مغزی هست که یک نهنگ، اما نهنگ در یک فصلهای حتی از ما جلو میزنه، اما انسان قادر هست این آموخته های خودش رو یادداشت بکنه.
و باز به لطف آتش وقتی پیدا میکنه که دور و بر هم باشن، چون دیگه نگران امنیت خودش نیست. آتش اون امنیت رو برای انسان فراهم میکنه. انسان از دل غار بیرون میاد، از بالای درخت پایین میاد، بنابراین زبان هم رشد پیدا میکنه. باز انسان تنها موجودی نیست که ارتباط برقرار میکنه، حتی باکتری ها هم با هم صحبت میکنن. از نخستین زبانی که ما روی کره زمین میبینیم استفاده میکنن که اون زبان رو ما کاملا شناسایی کردیم و اتم های کربن، هیدروژن و اکسیژن سه حرف اساسی این زبان هستن. ما زبان نور هم داریم حتی و زبان های دیگه، اما انسان قادر میشه این آموخته های خودش رو منتقل بکنه. بنابراین انسان اشرف مخلوقات نیست مطلقا. انسان در یک مسائلی پیشرفت کرده، در یک مسائلی کاملا پسرفت کرده، حتی در مقایسه با گذشتگان خودش. حس بویای ما به مراتب ضعیفتر از گذشتگان ما در 2 میلیون سال پیش هست، مثل ارکتوس. حس بینایی ما به مراتب ضعیفتر از انسان ناندرتال هست، به مراتب ضعیفتر از اودولفونسیس هست یا ارگاستر هست، انسانهایی که دیگه امروز در میان ما نیستن. اما در فصلهایی، در بخشهایی در مورد مغز خودمون پیشرفت کردیم. بنابراین حالا که انسان قادر شده این حرکت پیچیده رو در خدمت نگارش بیاره، وظیفه انسان این هست که هوای بقیه رو داشته باشه، نه اینکه فکر بکنه از بقیه بهتر و جلوتر هست. نه، اگر ما هوای بقیه رو نداشته باشیم، مثل عنکبوت ها، مثل زنبور ها، مثل خفاش ها، حتی ما 1 سال هم قادر به زندگی روی کره زمین نیستیم. انسان قادر به تولید انرژی نیست. گیاهان هستن، گیاهان فوتون رو که نه بار داره نه وزن داره قادر هستن که اون رو تبدیل بکنن به انرژی، و بعد ما انرژی رو از گیاهان میگیریم یا از حیواناتی که از گیاهان گرفتن. و مسئول جانبی این واکنش شیمیایی تولید اکسیژن هست که حدود 2 میلیارد سال پیش میره بالا تا حد 20% و این امکان رو به موجودات میده، موجودات هوازی از جمله ماها، که بتونیم ادامه حیات پیدا بکنیم، وجود داشته باشیم. بنابراین الان موقع این هست که ما دین خودمون رو به حیات پس بدیم. بنابراین از خودمحوری باعث بی‌گذشت. تشکر. اگر اینه نگاه میکنید نشون میده که ما عجیب به هم شبیه هستیم، اما این امکان رو فقط ما داریم امروز، به لطف همون دست، به لطف همون مغز، به لطف نگارش و فرهنگ خودمون، تا هوای موجودات دیگر رو و هوای کره زمین رو داشته باشیم و بعدم کهکشان ها. بسیار آموزنده، فوق‌العاده. یاد تو باشه تو کجا آمدیم، این گفتگو رو پی میگیریم با دکتر علی نیری عزیز، استاد رشته فیزیک نظری، آقای دکتر حسام نوذری، متخصص بهداشت زیست شناسی، و الان هم میدونم که هر دو در مطب آقای دکتر نوذری هستن در بیبیلی هیلز. بله، از روز جمع آمد. ممنونم، گفتگو رو پی میگیریم همین الان. تشکر از شما.